سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید شالنگی هستم، از واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو. پیش از 3 دهه از تاریخ ایران، وقتی که ورق بزنیم و به گذشته بازگردیم، در چنین روزهایی ایران دوچار هیجان بود، هیجان انقلابی. آنچه که از سوی برخی از ناظران و حتی روانشناسان اجتماعی تعبیر شده است به اینکه در چنین ساعات و لحظات و روزها و شبهای خط تحت شعاع هیجان قرار می‌گیرد. در جنجال انقلاب اسلامی ایران مردی سخن گفت، مردی هشدار داد و ایرانیان را برحذر داشت از آنچه که در راه است و خواهد آمد، چنانچه مقاومت نکند. او کسی جز دکتر شاپور بختیار نبود. می گفت اگر حکومت کنونی دیکتاتوری است، آنچه که در راه است به مراتب وخیمتر خواهد. در چنین روزهایی آنچه که دکتر شاپور بختیار هشدار داد ناشنیده ماند. همراهان او در جبهه ملی نیز از او روی برتافتند و سر بر آستان آن که از راه می آمد ساییدند، بر آستان آیت الله خمینی، کسانی چون سنجابی و کسانی دیگر، و نیز کسانی چون داریوش فروهر و بقیه که سرانجامی ناخوشایند یافتند و از این بابت همگان متاسف هستند. نگاهی میاندازیم کوتاه در این مجال کوتاه به آنچه که دکتر شاپور بختیار گفت و ناشنیده ماند. با من و شما هستند در نیمه نخست برنامه آقای ناصر محمدی، روزنامه‌نگار در لندن. تا لحظات دیگر. آقای ناصر محمدی عزیز، سلام به شما. درود بر شما جناب چالنگی عزیز و گرامی و همچنین میهمانان برنامه و شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، و با درود سال نو مسیحی به همه ایرانیان، به ویژه هموطنان مسیحی. آقای محمدی، ما همواره متاسف بودیم از سرنوشتی که متوجه بسیاری از کسانی شد که هشدارهای دکتر شاپور بختیار رو نشنیده گرفتن، از جمله همراهان پیشین او در حزب ایران، در جبهه ملی، مانند آقای سنجابی، روانشاد، داریوش فروهر و بقیه که میدونن اون رو تنها گذاشتن و به سمت دیگه رفتن که سمتی جز سمت آیت الله خمینی نبود و مقاماتی که از این راه به دست آوردن رو با هر نیت که چنین کردن. اما چرا شاپور بختیار در جریان انقلاب اسلامی ندیده گرفته شد، نشنیده گرفته شد و به هشدارهایی که او داده بود توجهی نشد؟ این جمع چالنگی، واقعیتش این هستش که سران و رهبران تمام گروه ها، هم از جبهه ملی، گروه های ملی مذهبی، کمونیست ها، حزب توده، فدایان خلق، عرض و خدمت شما، مجاهدین خلق، همه گروه ها در واقع به دنبال آقای خمینی راه افتادن. و جالب استش که با وجود آنکه شعار دموکراسی و آزادی میخواستند این آزادی رو از حوزه علمیه که آقای خمینی هم 60 سال در اونجا گذرونده بود از اونجا کسب بکنن. کمتر آدم هایی بودن، البته اندکی بودن، میدانیم که بسیاری رأی ندادن به جمهوری اسلامی، آری یا نه،
بودن کسانی که می دانستن سرنوشتی بسیار سیاه و وخیم در انتظار است و به قول آقای بختیار دیکتاتوری بسیار شدیدتری در راه است. کمتر آدم ها بودن که تشخیص می دادن، از جمله آقای دکتر بختیار بود. استعداد دارید که شاه فقید پیشنهاد نخست وزیری رو به بسیاری از مخالفان و سران جبهه ملی به خصوص که خب بحثشون این بود که حقوق بشر نقض می شود. حالا این یک جمله رو در پرانتز بگویم جناب چرنگی که جالب است، 35 سال پیش جهان گویی ها که هیچ درد و هیچ غم دیگری نداشت جز این که در ایران نقض حقوق بشر می شود، در حالی که در اون موقع وقتی حساب میکنیم ایران از نظر حقوق بشر نه نسبت به منطقه بلکه نسبت به تمام کشورها شاید خیلی عقب مانده نبود، هرچند که حقوق بشر هم گهگاه نقض میشد، اما آنچنان نبود که دولت آمریکا، آقای پرزیدنت کارتر و دیگران تمام وقتشون رو بگذارن تمام رسانه‌های جهانی به خاطر اینکه حقوق بشر نقض نمیشد. اما اونور ماجرا که میفرمایید این هستش که بسیاری از کسانی که رهبران به خصوص آمدن به خیابان به طرفداری از آقای خمینی زیر چتر آقای خمینی جمع شدن، خودشون هم برنامه مشخصی برای حکومت نداشتن که اگر نه ببینید آقای محمدی اونها به جای خود، حرف من این هستش که افراد ببینید حرف آقای دکتر شاپور وقتی بسیار روشن بود. بله ایشون میگفتش که اگر دیکتاتوری هست که در مواردی هست خیلی روشن هست، اما اون چیزی که داره میاد یک دیکتاتوری دینی مذهبی آیت الله خمینی، یکی این هست. بله یکی این که اومدن در دوران آقای پیش از آقای بختیار مطبوعات در اعتصاب بود، شما خاطرتون هست. بله آقای بختیار یک جلسه مطبوعاتی گذاشت و به همه گفتش که آزاد هستین، از همین امروز برید و هر چه که میخواهید بنویسید. بگذاریم از اینکه سندیکای مطبوعات ایران روزنامه نگاران اون زمان زیر سلطه بلا منازع حزب توده بود، یعنی زیر سلطه در ایام انقلاب. ولی خب دیدیم که چه شد، هیچ کس توجه نکرد، یعنی چه در میان نویسندگان چه در میان روزنامه نگاران احزاب سیاسی از آقای سنجابی گرفته تا روانشاد غلام حسین ساعدی در میان نمایشنامه نویسان، من مثال میزنم بحث شخصی نیستش، تا در میان روزنامه نگاران از توده‌ای گرفته تا هرچه که بود. چرا یک ملتی نمایندگان فکریش چنین بی‌محابا حرفی رو ناشنیده میذارن و به دنبال ابهامی میرن که کاملا روشن نیست؟ ببینید اصلا بحث بر سر همین بود که همه اونها بحثشون و هدف اساسیشون این بود که این نظام رو سرنگون کنن، در حالی که آقای بختیار هم وقتی آمد گفت آقا می توانیم حتی با رأی مردم تغییر نظام هم بدهیم، اما این حرف ناشنیده ماند به واسطه اینکه تمام رهبران گروه ها سران احزاب و سازمان ها در این اندیشه بودند که شاه رو سرنگون کنند، هیچ بحث دیگری برای اون طرف قضیه نداشتند. اون شور و هیجانی که حتی در مردم به وجود آمد، استظهار دارید که حتی تا 6 ماه 7 ماه قبل از انقلاب آقای خمینی آنچنان مطرح نبود، جز اینکه همین رهبران بودند که مطرحش کردند. تنها کسی هم که برنامه حکومتی داشت و آقای بختیار از این مسئله خوب اطلاع داشت شخص آقای خمینی بود که تمام اندیشه هاشو در کتابهاش قبلا نوشته بود. اما رهبران سیاسی ما بدون توجه به اینکه دنبال چه چیزی می‌روند، عرض کردم دموکراسی رو می‌خواستن از حوزه علمیه استخراج کنن که اساساً شدنی نبود. متأسفانه در اون جنجال و هیاهویی که به پا کرده بودن، همون جوری که اشاره کردید، علاوه بر رهبران سیاسی، روشنفکران، نویسندگان، شاعران، نمایشنامه‌نویسان، روزنامه‌نگاران، هر کسی که دستی به قلم داشت
در همه جا هم پراکنده بودند، با وجود آنکه میگفتند در دوران شاه اجازه نمیدهند چپیها اصلا فعالیت کنند. میدانید که بسیاری از روزنامه ها در اختیار چپیها بود، در اختیار روزنامه هایی که یعنی که مشخصا در اختیار حزب توده در برای کسان که در جریان نیستن نسل جوان. یک این رو من بگم که اگر در برنامه تفسیر خبر اسمی از کسی از رفتگان زندگان گفته میشه، هیچ غرض خاص و هیچ هدف خاصی نیست، فقط در ارتباط با این هست که نقشی در تاریخ معاصر ایران داشت. یعنی واقعا شما الان اینو نمیشه نادیده گرفت و نگفت، یعنی نگفت که مثلا سندیکای نویسندگان و روزنامه نگاران ایران تحت نفوذ حزب توده بود و عملا به راه حزب توده رفت بیشتر روزنامه نگاران. و میدانیم که همونجوری که اشاره کردید به ویژه روزنامه کیهان خب با آقای عاطفی که اونجا به هر حال اختیارات رو در دست داشتن که خودشون یکی از اعضای مؤثر حزب توده بودن، در اختیار حزب توده بود، نه تنها کیهان، بسیاری از نشریات. و خب اون موقع هم همینا بودن که فعالیت میکردن، اعلامیه ها رو پخش میکردن و حتی من یادم هست اعلامیه های فدایان خلق و غیره و غیره و غیره و اینها باعث شده بود که اساساً مردم جذب یک مسئله شده بودن و اون همین بود که شاه باید برود، شاه باید سرنگون شود، در حالی که آقای بختیار تنها آدمی بود که به هر حال این ریسک رو کرد، تشخیص داد مسئله رو، میدانست که به قول معروف اون دیکتاتوری نعلین از دیکتاتوری چکمه اگر وجود دارد بسیار خطرناکتر است و به گفته شاه اون دوران سیاه وحشت بزرگ جای تمدن بزرگ رو خواهد گرفت. این رو تشخیص داده بود اما کسی در اون زمان به حرفش گوش نکرد، به ویژه رهبران جبهه ملی. میدونید که از جبهه ملی اخراجش کردن، کاری کردن که نتواند در واقع دست و بالش بسته باشه. حتی آقای بختیار این مسئله رو عنوان کرد که حاضر است برود به پاریس در نفلوشاتو با آقای خمینی صحبت بکنه، برنامهش هم چیده شده بود، باز هم اطرافیان آقای خمینی این برنامه رو در واقع به هم زدن که من یادم هست دوست گرامی و بزرگوارمون جناب علیرضا نوری‌زاده در این زمینه مطلب مفصلی نوشتن و حتی بحث‌های طولانی کردن در رسانه‌ها که چگونه این برنامه رو به هم زدن، نگذاشتن که آقای بختیار به پاریس بره و با آقای خمینی صحبت بکنه و لااقل اون خواسته‌ها رو مطرح بکنه. و چه بسا البته بسیار کسان رفتن مثل آقای تهرانی که آقای خمینی رو ببینن، شرطش این بود که استعفا بدهید و استعفا دادن، ولی آقای بختیار میگفت من پرسن خود و دیدی دارم. گوشه ای از آنچه که دکتر شاپور بختیار در زمان نخست وزیری در روزهای نخست وزیری خود گفت و نشنیده گرفته شد حتی از سوی همراهان خود در جبهه ملی. دکتر شاپور بختیار: اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن، خب میبرن دیگه، ولی من میایستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه که هر کس در مملکت هر چه خواست بگه، این دموکراسی است، ولی وقتی که هر چه خواست بکنه این دیگه آنارشیسم هم نیست، هیچ مملکتی قبول نخواهد کرد. خب آقای محمدی عزیز، آیا این تجربه شده برای مردم ایران بعد از 34 سال، برای روشنفکران ایرانی، برای نویسندگان، روزنامه نگاران، اونهایی که دل در گروه ایران دارن، خواستار بهبود وضعیت ایران هستن، که پیشنهاد و راهی که بختیار پیشنهاد کرده بود راهی بود که اگر ادامه می‌یافت امروز ایران سرانجام بهتری می‌یافت و یا راهی هست که اگر از فردا آغاز بشه می‌تونه به سرانجام بهتری برای ایران و ایرانیان منتهی بشه؟ نه واقعا ببینید جناب چلنگی چقدر حرف روشن زدن که اینها می‌خواهند ایران رو نابود کنند.
و واقعیت هم همین است. ما میبینیم در 35 سال گذشته هنوز هم که جلو میان آنچه که مسئله آقایون روحانیون حاکم هست اصلا مسئله ایران نیست، مسئله اسلام خاص و قرائت خاصی است که از اسلام دارن و میخواهند اون اسلام رو در منطقه و حتی در جهان حاکم کنند. بنابراین حرفی که آقای دکتر بختیار زد واقعا چقدر جالبه که در اون هیاهو که همه داشتن بر علیه نظام حرف میزدن و اساسا راه دیگری رو میرفتن، آقای بختیار این رو تشخیص داده بود. به اعتقاد من برای تمام کسانی که حتی انقلابی بودن میخواستن که وضع اصلاح بشود، میخواستن که مملکت یک پارچه بماند و هر حال اصلاحاتی انجام بشه، نقض حقوق بشر نشه، با آمدن آقای بختیار دیگر اون انقلاب باید تمام میشد. یعنی شاه آمده بود، حتی حاضر شده بود از کشور خارج بشه، به یکی از مخالفانی که 25 سال دست کم در جبهه ملی جزء مخالفین بود، جزء سران مخالفین بود، پست نخست وزیری رو با اختیارات کامل داده بود و خودش هم از کشور قرار بود خارج بشه. بنابراین موقعیت و فرصت برای انقلابیون هم فراهم بود که بتوانند کشوری رو در حالت بهتر نگه دارن، به رو به پیشرفت ببرن، اگر نقص داشت، اگر نقص داشت، اگر ناکارآمدی هایی داشت اونا رو اصلاح بکنن. اما متاسفانه فرصت به آقای بختیار داده نشد و دیدیم که نتیجهش همون شد که آقای بختیار میگوید و الان که داریم میان جلو 35 سال گذشته میبینیم که ایران در واقع از بین رفته است. حالا نمیخواد اشاره بکنم، استعزار دارید در جریان خبرها از بابک زنجانی گرفته تا مسئله مذاکرات ژنو و این قراردادی که آقای محمدی عزیز چرا دوستان همراهانی که در جبهه ملی بختیار رو تنها گذاشته، پس از اون که بختیار نهضت مقاومت ملی ایران رو در پاریس بنیاد گذاشت و باز علم مخالفت با حکومت دینی ایران جمهوری اسلامی ولایت فقیه رو برافراشت، سعی نکردن بپیوندن به این جریان در همون روزهای اولیه که باز امکان اقدامی وجود داشت؟ چرا چنین نکردن؟ آیا جبهه ملی موظف نیست؟ اگر جبهه ملی مونده باشه، چون الان ده ها شاخه شده، در این زمینه ها توضیح بده. جناب چلنگی اجازه بدیم من یه جمله رو عرض بکنم خدمتتون. من فکر میکنم هنوز هم بعد از 35 سال یکی از دلایلی که اپوزیسیون نمیتواند متحد بشود این استش که بخشهایی از همین سیاستمداران، رهبران سیاسی هنوز دارن با رژیم شاه مبارزه میکنن، هنوز مسئله شمونه و در اون هنگام هم همین بود. چه در زمانی که آقای دکتر بختیار این پیشنهاد رو کرد، این حرفا رو زد و گفت که ایران داره به سوی نابودی پیش میره، بیایید دست در دست هم بگذارید که نگذاشتن، چه بعد که نهضت مقاومت ملی رو درست کرد، باز هم اندیشه اونها این بود که آقای بختیار مبادا یک وقتی بیاد و باز از نظام پادشاهی بخواد صحبت بکنه. و اساسا جنگ و دعواشون عرض بکنم هنوز هم مسئله مبارزه با رژیم است. میبینید که حتی میگویند این نظام بر سر کار باشد هر جوری که میخواد باشه، اما مبادا نظام پادشاهی بر سر کار بیاد. من فکر بکنم باز اون سران جبهه ملی در حالی که میدونید آقای دکتر مصدق خودش آدمی نبود که دنبال جمهوری باشه، آدمی بود که دنبال مشروطیت بود، میخواست که قانون اساسی اجرا بشه و بحث از این که اساساً سلطنت نباشه در کشور پادشاهی نباشه نمیکرد. اما تمام پیروانش جز آقای دکتر بختیار که من فکر میکنم بهتر از همه درک کرده بود آموزه های آقای مصدق رو و واقعا هم آدم صادقی بود، آدمی بود که مبارزه کرده بود، آدمی بود که زندان رفته بود، آدمی بود که
بیش از دیگران حتی رنج کشیده بود، اما متاسفانه باز این حرفاش ناشنیده ماند، تا جایی که به هر حال میدانیم که جانش رو هم بر سر این کار گذاشت. سپاسگزار هستم آقای ناصر محمدی عزیز، با سپاس بسیار از شما. ممنونم از لطفتون، سپاس از لطفتون که بندرم در خدمتتون دعوت کردید و در خدمتتون بودم. صدا میکنم آقای محمدی گرامی، پی میگیری برنامه ویژه به مناسبت سالگرد دولت 37 روزه دکتر شاپور بختیار در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر با آقای حمید زنور گفتگو خواهیم کرد در پاریس، از همراهان دکتر شاپور بختیار در نهضت مقاومت ملی ایران. تا لحظاتی دیگر. می‌گیریم تفسیر خبر، برنامه ویژه سالگرد دولت 37 روزه دکتر شاپور بختیار. با من و شما هستند آقای مهندس حمید زنبو، از همراهان دکتر شاپور بختیار چه پیش از انقلاب و چه به ویژه پس از انقلاب در نهضت مقاومت ملی ایران. به نمایندگی از شما به آقای حمید زنور خوش آمد میگویم. سلام حمید است. سلام بر از طرف من خدمت شما و تمام بینندگان و شنوندگان و بسیار متشکرم از دعوت شما. آقای زنور عزیز، آقای دکتر شاپور بختیار در 37 روز نخست وزیری خودش کوشید ایران رو از مهلکه‌ای که به سوی آن شتابان میرفت نجات بده، موفق نشد به دلایل مختلف، بخشش رو برشمرده. به پاریس اومدن باز هم با سختی های بسیار، در اونجا هم از پای ننشستن، ولی میتونستم خیلی ها این کاری کردن. ما حرفامونو زدیم، راهمونو رفتیم، بیش از نیم قرن مبارزه کردن برای دموکراسی، نشد. اما دیدیم خلاف این پرچم و بیرق مبارزه علیه استبداد رو برافراشته و برافراشته تر ساخت. شما در اون روزها در نزدیکی نزدیک بودید با دکتر شاپور بختیار مثل همیشه. روزهای اولیه نهضت مقاومت ملی ایران رو با چه انگیزه ای شما به من و بینندگان خواهید گفت؟ خدمتتون عرض کنم که من حدود یک سال یا یک سال و نیم بعدش اومدم در اینجا. اون موقع هنوز نهضت مقاومت ملی یه گروهی بود، تشکیل شده بود، و بعد که من اومدم اینجا و به دلایل دیگه نتونستم مراجعت بکنم به ایران و دعوت کردن از من و یک دو نفر دیگه که در این شورا شرکت بکنیم، در شورای نهضت مقاومت ملی. هدف نهضت مقاومت ملی از اول تأسیسش دنباله همون هدف نهضت مقاومت ملی بود که از بعد 28 مرداد تقریبا تشکیل شده بود، و اون نهضت هم آقای دکتر بختیار جزء مؤسسینش بودن که به اتفاق آقای بازرگان و یک سری احزاب سیاسی طرفدار مصدق تشکیل شده بود. هدفش استقلال دموکراسی و از طریق دموکراسی استقلال ایران بود، که این دموکراسی و استقلال دو روی یک سکه بودن از نظر ایشون و به عنوان یه واقعیتی است که کشوری نمیتونه دموکراسی نداشته باشه، مستقل باشه، و دولتی نمیتونه دموکراسی مستقل باشه و دموکرات نباشه، چون که شرط استقلال یک همبستگی بین دولت و ملت است، که دولت جابر و دولت به اصطلاح غاصب نمیتونه مستقل باشه. خب ببینید، ایران استقلال، ایران یه مستعمره جایی نبود، یعنی مثلا حتی حکومت کنونی ایران میتونه مدعی بشه که ما ایران رو مستمره جای نیست، یک حکومت مثلا مستقل هست. این استقلال با چه مفهومی بود؟ الان من عرض میکنم، ببینید، یک کشوری اگر دولتش منتخب ملت یا از موافق طرفدار ملت نباشه، یا ملت باش رابطه ای نداشته باشه و مخالف دیکتاتوری یعنی باشه،
این کشور از نظر خارجی بسیار شکننده است و ما دیدیم در طول تاریخ دولت‌هایی هستند که برای حفظ منافع و برای بقای خودشون مجبور بودن به قدرت خارجی تکیه بکنن و اگر متکی به ملت خودشون باشن نمیتونن و لزومی نداره. ما زمان مصدق دیدیم، از موقعی که دکتر مصدق نخست وزیر شده بود آزادی مطلق بود، یعنی یک همبستگی عظیمی بین دولت و ملت به وجود اومده بود. از این جهت مصدق تونست تمام توطئه خارجی رو خونسا بکنه. ولی وقتی یه دولتی باشه که مورد قبول ملت خودش نباشه بسیار شکننده است و مجبوره برای بقای خودش قدرت‌های خارجی رو به پشتیبانی خودش برانگیزه. و اینم با نمونه‌های مختلفش رو ما ببینیم. شما وقتی یه دولتی مورد قبول ملتش باشه ترس نداره که بتونه بخواد در مقابل خارجی بیسته. استقلال به این معنا بود. آقای زنون، شما اگر بخواید تشریح کنید هسته و محور اصلی مخالفت آقای دکتر شاپور بختیار رو با حکومت دینی ولایت فقیه چه توضیح و تفسیری خواهید داشت؟ یعنی اساس این مخالفت برای چی؟ در حالی که خب خیلی از مردم رفتن رأی آری هم دادن به جمهوری اسلامی، بالای 95%، حتی همراهان پیشین آقای بختیار مثل آقای کریم سنجابی، داریوش فروهد، مهدی بازرگان و افراد ریز و درشت دیگه در جبهه ملی. یعنی اساس مخالفت دکتر بختیار یه پرنسیپ بود که از همیشه بهش پایبند بود و اون اعتقاد داشت تا یک ملتی آزاد نباشه، تا یه ملتی دولتی همونطوری که قبلا عرض کردم دولتی متکی به ملتش نباشه نمیتونه. و اون سیستمی که آقای خمینی از پیش گرفته بود، اون خودشو یک نماینده یه برجستی مذهبی و برجستی نماینده خدا میدونست بر روی زمین و مسلم بود که این هیچ وقت از همون اول هم معلوم شد که هیچ وقت ادعای بسیار نمیتونست به یک دستاوردش دموکراسی باشه برای اینجا. و چون از همون اول بر اساس یک قدرتی بر اساس زور به قدرت رسید و درست مردم باش بسیاری پشتیبانی میکردن، ولی معلوم بود که اون از همون قدرت که داره اون به جایی کشیده میشه که تا بعدم کشیده شد. سوال من این هست، دکتر شاپور بختیار و نهضت مقاومت ملی ایران در خارج از ایران از کمک‌های برخوردار شدن، کسان کشورهایی که به هر حال نقاط مشترکی داشتن برای آزادی ایران یا هر چه که هست، هر عنوان دیگه ای که هست، این باعث اتهاماتی شده. شما این رو چطور توجیه میکنید و تفسیر میکنید؟ من اتهاماتی خب چه اتهاماتی هست و چی هست و چی میتونن این اتهامات رو ثابت بکنن؟ دکتر بختیار وقتی اومد اینجا از بسیاری از امکانات مالی که هم خود ایرونیا و هم براش استفاده کرد، ولی در کجا است که دکتر بختیار تحت تاثیر این به اصطلاح کمک هایی که شد که از تونس از خطوط خودش خارج بشه، خطوط سیاسی خودش، ما در یک لحظه نمیبینیم که دکتر بختیار از اون حرفایی که زده به هر دلیلی منصرف شده باشه یا ملایم شده باشه یا قوی شده باشه. خب من این رو اینجا اشاره بکنم که دکتر شاپور بختیار تنها دلیل وجود نداره. میبخشید؟ میگم این حرفایی که همینجور که خودتون فرمود اتهامه، هیچ وقت نگفته شده که آقا دکتر بختیار به این خاطر از حرفایی که قبلا میزد استنکاف کرد یا منعرف شد. بله، اون چی که تاریخ نشون میده دکتر شاپور بختیار لحظه ای دقیقه ای از خط مش سیاسی خودش عدول نکرد، آنچه رو که میخواست تا آخرین لحظه زندگیش ادامه داد. به همین دلیل هم دشمن شماره یک حکومت دینی به شمار میرفت از نظر حاکمان در ایران و فتوای قتل او رو که صادر کردن و در پاریس نیست که میدونیم تیغ برگردن او و سروش کتیبه دستیارش گذاشتن. دکتر شاپور بختیار تنها ایرانی بود، این رو هم بگم، که در جنگ داخلی اسپانیا علیه دیکتاتوری فرانکو جنگید و در نهضت مقاومت ملی فرانسه علیه اشغال آلمان ها، آلمانی های هیتلری،
در اینجا بخشی از صحبت‌های دکتر شاپور بختیاری که با ترجمه فارسی اون بر روی صفحه است در یک گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی فرانسه می‌بینیم و باز می‌کنیم. Écoutez, je crois que le jour où j'irai en Iran, il n'y aura pas d'armée iranienne qui s'opposerait à moi. Parce que je n'ai rien fait contre l'armée iranienne. Et c'est précisément M. Khomeini qui l'a déraciné, démantelé, a fait toutes les bêtises qu'il a pu faire pendant un an. Vous voyez, tous les jours, il bousille les gens absolument sans jugement. Ce sont des généraux et c'est des techniciens. Mais vous avez des militaires qui sont à vos côtés ? Je crois que s'ils étaient libres en Iran, ben 9 sur 10, ce serait de mon côté. Non seulement tellement pour sympathie pour moi, c'est Khomeini qui les tue, qui les élimine, qui les envoie dehors de l'Iran, s'il peut, ou les met en prison. Alors par conséquent, j'ai de bonnes raisons de croire. خب آقای زنور عزیز ببینید الان پس از دکتر شاپور بختیار که میدونیم پیش از دکتر شاپور بختیار آقای عبدالرحمن برومند دکتر عبدالرحمن برومند که عملا معاون ایشون در رهبری نهضت مقاومت ملی ایران بود رو هم ترور کردن در پاریس از جمله خود شما هم در خطر بودید و کسانه دید. الان در حال حاضر اون چی که دکتر شاپور بختیار گفته به نظر می‌رسه در میون جوانان ایرانی بازتاب یافته. الان به گذشته که نگاه میکنن با حسرت نگاه میکنن، بسیاری از اونها من صحبت کردم که چه شد مردم ایران بختیار رو نشنیده گرفتن. این تشخیص شما هم، این منظر رو شما هم میبینید یا نه من اشتباه میکنم؟ مسلمه امروز تم، یعنی شما یک موج عظیمی از مردم به خاطر همون آرمان‌های دکتر بختیار، آرمان‌های یعنی استقلال مملکت، یعنی آزادی، یعنی ایرانی بتونه در مملکت خودش راحت زندگی بکنه، تمام این چیزا مسلمه. وقتی این چنین چیزی رو به وجود میاد نمیتونن نظرشون نسبت به بختیار، به اصطلاح نام بختیار همراه این حرفا نباشه. بنابراین طبیعیه، ما میبینیم این روزا در تمام روزنامه‌ها، مجلات، همیشه یک تجلیلی از بختیار وجود داره و دیده میشه و ایرادی که متوجه کسانی میشه که در راه بختیار، در راه قدرت گرفتن حکومت بختیار اندازی کردن و اشکال تراشی کردن. این کاملا مشهود است در همجا. میشه گفت که یک راه جدید، یک پیشنهاد جدید هست برای حرکت ایران به سوی دموکراسی، حرکت مسلمه. یعنی واقعا به نظر من بعد از این حوادثی که اومده ایران راهی جز دموکراسی نداره، راهی جز آزادی مردم خودش نداره. نمیتونه دیگه، مردم هم به اندازه کافی در این مدت دیدن، تجربه اندوختن و مواظب هستن. از این جهت ما میبینیم در همین شرایط مشکلی که در ایران وجود داره، تمام کوشش مردم به هر طریق هست که بتونن حرفشون رو بزنن، بتونن راهی به سوی دموکراسی آزادی باز بکنن. و میبینیم تمام خود دیسکورای و گفتار دولت هم به نوعی به این در زمینه میخواد نشون بده که داره از حکومت مذهبی داره فاصله میگیره، در صورتی که چنین چیزی نیست. در اونجایی که به نفعش باشه چنین کاری رو میکنه. همین دولت چیزی که بگن آقا ما مذهب رو برای ما یه چیز فرعی ظاهرا، ولی نه، ولی میبینیم که همونطوری رو حکومت رو در دست یه انحصارگرای مذهبی رو به اصطلاح محدود. آقای زنور ببینید، آقای دکتر شاپور بختیار محسمن نیست نخستین کس یا دومین کس، رده‌بندی مسابقات نیست، اما در تاریخ معاصر ایران مشخص ترین شخص هست که میاد در سمت نخست وزیری، از تریبون نخست وزیری به طور خیلی 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 روشن میگه جدایی دین از حکومت. این روشن میگه. حتی من اینجا میگم که شخص دکتر محمد مصدق هم چنین نگه. بارها دکتر محمد مصدق در مجلس میدونیم قرآن رو از جیبش در میورد و میگفتش که این قوانین خلاف قرآن. وارد اون بحث فعلا نمیشه. اما دکتر شاپور وقتا تنها کسی بود که چنین گفت، با صدای بلند هم گفت.
امروز روز ما بسیاری رو میبینیم که در این حکومت سهیم بودن، پست داشتن، مقام داشتن، عادت کنم از پونس چسبوندن به پیشونی دختران در خیابانها گرفتن تا فرمان اعدام در جاهای مختلف، به هر دلیل از حکومت جدا شدن یا رانده شدن و امروز در خارج هستن و در عرصه سکولاریسم، در عرصه جدایی دین از حکومت صحبت میکنن. بسیار چیز بدی هم نیست. برای قوم مغول هم به مرور به تمدن و فرهنگ رسید. اما یک نکته وجود داره، هیچ کدوم از این آقایون یا خانم ها حاضر نیستن حتی نامی از دکتر شاپور بختیار ببرن، انگار و چون در تلاش این هستن که وانمود کنن خود اینان هستن که برای اولین بار کشف کردن جدایی دین از حکومت هم چیز بسیار مهم و زیباست. چرا؟ این امتناع دیگران، این حضرات از پیوستن به اون راهی که وقتی ها سالیان سال پیش پیشنهاد کرده بود، چه انگیزه ای پشتش هست؟ حالا با همجوری که خودتون فرمود یه مسئله بسیار بسیار عجیبیه و تنها چیزی که آدم میتونه بیان بکنه ضعف اخلاقی، ضعف اخلاقی کسانی است که شامت ندارن بگن آقا ما اشتباه کردیم برگشتیم و از این جهت خودشونو به عنوان یه مخترع و متفکر جدیدی جلوه میدن که بله حکومت باید حکومت غیر دینی باشه و جزی ضعف اخلاقی من چیز دیگری نمیتونم براش اسمی پیدا بکنم. ولی معذالک چه بهتر از این کار به حرف بزنن که ما مخالف حکومت دینی هستیم. ولی حرف من این نیستش که خب نه دکتر شاپور وقتی روانش شد و چه در زمان حیاتش نیازمند تعریف و ستایش نبود هیچ وقت. شما نه هیچ وقتی چه واقعا هیچ وقت در زندگیش دکتر شاپور بختیار چنین نبود. اما حتما بر این هست، آیا نباید یک روز فعالان سیاسی در ایران این رو یاد بگیرن که یادآوری پیوستن به راهی که پیشتر توسط کسانی باز شده، این زودتر میتونه به نتیجه برسه تا همون راهی که باز شده و هموار شده رو دوباره آدم بیاد از اونم کسانی که به هر حال در میون اکثریت مردم سابقه خوبی ندارن، به هر حال مردم کمتر میتونن یا به مرور فراموش میکنن کسانی رو که تا پری روز پونز و پیشانی دختران میچسبوندن به خاطر رعایت حجاب، امروز خب مبلغ سکولاریسم شدن. خب من اینو گفتم، مغول هم با آدم کشی شروع کرد، نسل بعدیش یک مقدار کمتر و کمتر تا بالاخره تونستن حامی شعر و ادب هم شد از حاکمان مغول. بله اینجور آدم ها به نظر من دو سه گروه هستن که این کار میکنن. یه سری گروه هستن که از قدرت رانده شدن، بنابراین برای که مخالف قدرت باشن از این حرفایی که الان مطابق میل اکثریت مردم هست میزن. یه سری دیگه هم نه، ممکنه واقعا فهمیدن که بعد از این مدت که حکومت کردن دیدن نه یه راه و روش اشتباهی در پیش گرفتن، اینا هم یه عده‌ای هستن. ولی در مجموع باعث تأسفه که چنین چیزی اتفاق میفته و جز باز من عرض بکنم که جز یک ضعف اخلاقی که معمولا استبداد زدگی طولانی باشه چیزی دیگه ای نمیتونه باشه. مثلا بفرمایید. نه یعنی یه چنین چیزی است و یک ضعف، نقطه ضعف اجتماعی است برای یه ملتی که به تدریج باید برطرف بشه، برطرف هم خواهد شد در طول تاریخ ایران. آقای زنون، نهضت مقاومت ملی ایران الان در چه مرحله است؟ آیا به طور کلی فعالیتاش متوقف شده یا نه به راه خودش ادامه میده؟ نهضت مقاومت ملی ایران، قدرت اصلی نهضت مقاومت ایران واقعا بدون هیچ گونه تردیدی آدم میتونه بگه که شاپور بختیار بدون شک. و این راهی رو بنا نهاد که این دوستانی که الان هستن همون رو ادامه میدن. منتها نهضت مقاومت ملی با ایران با دکتر بختیار یک قدرت بود
و بدون بختیار یه قدرت دیگه. بعد بدون بختیار یعنی میشه کسانی هستن که همون راه، همون شعارها، همون هدفها رو ادامه میدن، منتها اون دیگه رسایی صدای بختیار رو ندارن، یه شک هم درش نیست. همجوری که نهضت ملی هم بعد از مصدق دیگه صدای مصدق رو نداشت با خودش، درسته همون راه روش مصدق رو در پیش گرفته بود. و اتفاقا یک چیز هم که جالب راجع به دکتر بختیار، به نظر من اولین فرصتی که پیدا کرد به عنوان نخست وزیر ایران، به عنوان نخست وزیر ایران سر قبر دکتر بختیار حضور هم رسید، یعنی یک بار دیگه اون به اصطلاحی هم که خودش به کار می برد، پرانتزی که بعد از 28 مرداد در تاریخ ایران درست شده بود، با حضور خود شخص دکتر بختیار به عنوان نخست وزیر ایران بر مزار دکتر مصدق رو بستم. و همین آرزو داشت که یک بار دیگر این پرانتزی هم که در تاریخ ایران با به قدرت رسیدن آقای خمینی و تشکیل جمهوری اسلامی در تاریخ ایران تا دوران سیاه یادم میتونه بگه بوده بدون شک، بتونه اینم ببنده که خب بختیاری چنین قدرتی داشت، ولی کسانی که الان توی نهضت مقاومت ملی بدون بختیار چنین قدرت هایی ندارن. این واقعیتیه با نهز کنم از نظر نظر هدف همونه، ولی از نظر به اصطلاح رس سرایی صدا نه به اون حد نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. آقای زنور عزیز، در ایامی که دکتر شاپور بختیار به خارج از ایران اومد در پاریس، شما من و بسیاری هم در کنار ایشون بودیم، مرکنون با فاصله های زمانی، حالا چه در داخل در ارتباط و چه بعدها به ایشون پیوستند یا پیوستیم، در اون زمان ها من میخوام برای بینندگان بگیم که کسانی که با حکومت در جبهه ملی و رفتن به دنبال خمینی، شما یا بیاد دارید وقتی که برگشتن دیدن خمینی آن چیزی نبود یا آن کسی نبود که فکر میکردن، وقتی برگشتن آیا با دکتر بختیار در تماس بودند یا خیر؟ عده زیادشون نه. و یه چیز دیگه هم خدمتتون عرض کنم، ببینید دکتر بختیار با مخالفت تمام عده زیادی اپوزیسیون اون موقع رژیم شاه 37 روز تونست قدرت رو در مقام نخست وزیری بمونه. ولی مثلا فرض کنید آقای بازرگان با تمام پشتیبانی که آقای خمینی ازش کرد بیشتر از 7-8 ماه نبود، یعنی این اختلافی بود که چیز، یعنی نشون میده قدرت اصلی دست آقای خمینی بود نه دست کسی دیگه، یا اون که تعیین کرد. بنابراین کسانی هم که بودن مثلا فرض کنید خود نخست وزیران و وزرای که عضو جبهه ملی بودن و در کابینه بودن، بیشتر از یکی دو ماه نتونستن ادامه بدن. بنابراین مسئله این بود که بزرگترین اشتباه رو به نظر من مرتکب شدن، یه مقدار زیادی پایگاه ملی رو تضعیف کردن با این ترتیب. شاید تعداد کمی بودن از مصدقی ها و ملی های طرفدار مصدق که خودشون از این ماجرای انقلاب اسلامی کنار کشتن، نظیر شاهای صدیقی از وعده زیادی دیگه هم بودن که به صلاح ادادشون زیاد نیست. آقای زنور، ببینید این نظر وجود داره که جبهه ملی ایران در اون زمان که یک پارچه بود که رهبریش دست آقای سنجابی بود و رهروان و همراهان دیگه ای داشت و آقای دکتر شاپور بختیار هم بودن، میتونست ایران رو از وضعیتی که بعدها پیش اومد توسط خمینی نجات بده. زمانی که پیش از دکتر شاپور بختیار پیشنهاد نخست وزیری شد و اعضای جبهه ملی نپذیرفتن، و زمان بعد وقتی که دکتر شاپور بختیار این نخست وزیری رو پذیرفت، چنانچه جبهه ملی حمایت میکرد، اون زمان محبوبیتی داشت دکتر سنجابی، محبوبیتش به عنوان رهبر جبهه ملی درست یا نادرست، به خاطر اینکه جای محمد مصدق نشسته بود کمتر از خمینی نبود، میتونستن جلوگیری بکنن. این نظر، این انتقاد وجود داره، یعنی جبهه ملی رو یکی از مسئولان بزرگ سقوط ایران به دامن روحانیت
کنونی میدید. بله، عرض کنم خدمتتون که ما وقتی از جبهه ملی صحبت میکنیم باید در نظر داشته باشیم که جبهه ملی در سال 43 منحل شد، یعنی جبهه ملی دیگه وجود نداشت. از شوراش هم در مقابل صحبتهایی پیش اومده که الان جای خیلی طولانی آدم بخواد صحبت کنه، همگی استعفا دادن از شورای جبهه. بنابراین جبهه ملی به اون معنا دیگه وجود نداشت. تنها گروهی که وجود داشت از نظر بودن یه گروهی بودن که از جبهه ملی انشاب کرده بودن، ولی اونا جنبه مذهبیشون قوی تر بود، یعنی مثل گروه آقای بازرگان نهضت آزادی، اینا یه گروه مذهبی بودن که طرفدار مصدق هم میگفتن هستیم، ولی از نظر تئوریک خودشون یک مسلمان ایرانی میدونستن، نه یک ایرانی مسلمان. این اختلاف نظر بینشون بود و این اختلاف نظرم تا آخرم مونده بود که چیز باشه. بنابراین جبهه ملی برای اینکه بتونه یه قدرت داشته باشه دو چیز لازم باشه که اون موقع داشته باشه. یکی یه رهبرانی باشه که مصمم باشن که در این زمینه تا اونتا میتونن فعالیت کنن. یکی دیگه نیروی خیابونی داشته باشه که سازمان‌های جبهه ملی اون موقع نیروی خیابونی رو اصلا نداشتن، یعنی اگر یک میتینگ میدادن و چیزم و غفلت هم کردن واقعا در اون موقع شروعشون، که نتونستن یک چنین چیز رو جواب‌آوری کنن که بتونن در یک قدرتی در مقابل قدرت چیز عمل کنن. یه مسئله دیگر هم باید اشاره بکنم، مسئله ای که اسلامیایی به تدریج که وارد مبارزه سیاسی شدن همون اول، اونم یه واقعا یه مسئله یه خیلی خیلی کمپلیکیه که احتیاج به بررسی داره و دست که چطور اینا تونستن قدرت رو، قدرت خیابونی رو گرفتن. و یه چیز دیگه هم که اینجا خیلی مهمه، قدرتی که آخونده وقتی وارد فعالیت سیاسی میشن همیشه با یک نوع لومپنیس و با یه رجال بازی شروع هست و همیشه بوده در طول تاریخ ایران. از فتنهایی که بسیاری آخونده در زمان قاجاریه را انداختن تا زمان آیت الله این الان 57 چرا یعنی میخوام بگم در طول تاریخ اینجوری بوده، ولی در 57 هم شما ببینید چیز تظاهرات به آتش زدن و به اصطلاح شکستن در و پنجره و اینا، اما در این همچین فضایی باز حرف آقای کریم سنجابی بود داشت آقای زوم. آقای کریم سنجابی اونجایی به نظر من اشتباه کردن که با دکتر بختیار و سایر ملیون نخواستن یک به اصطلاح صف مصمم و مستقلی رو در مقابل حرکت آخوندی نشود و این اینجا یه مسئولیت بزرگی به گردن تمام افرادی که در این کار دخالت داشتن افتاده و هست، نمیشه ازش گذشت. یعنی اونجایی که دکتر بختیار پیشنهاد، اولا قرار بود خود آقای دکتر بختیار سنجابی به نخست وزیری قبول بکنن، چون ایشون گفتن که منوط باید به اجازه آقای خمینی باشه و این منوط به اجازه آقای خمینی مورد قبول دکتر بختیار نبود و اینجا بود که اون جدایی شروع شد. سپاسگزار هستیم آقای حمید زنور عزیز، امیدواریم در برنامه های دیگه مناسبت های دیگه بشکافیم اون چرا که بعد ملت ایران در سال 57 رفت و نتیجه اون رو، عواملی اون رو در این برنامه اگر نامی برده میشه، هیچ نوع غرض شخصی نه از سوی من و نه از سوی میهمانان برنامه داره، بلکه هدف روشن شدن تاباندن نور هست بر عرصه های کمتر روشن تاریخ معاصر ایران به ویژه انقلاب اسلامی 1357. با سپاس بسیار از آقای مهندس حمید زنوره من از شما تشکر میکنم و عذر میخوام از این که بعضی وقتا به علت اشکالاتی که در صدا بود نتونستم خوب به حرفا رو بشنوم و جواب مناسب داده بشه. بسیار خوب شنیده شد، امیدواریم بینندگان ما برنامه رو از خودشون میدونن و بر ما این نقصهای فنی رو خواهند بخشید. گوشه‌های دیگه از سخنان دکتر شاپور بختیار، آنچه که دکتر شاپور بختیار گفت و پس از ترک ایران نیست همچنان ادامه داد. آیا میشود به اونهایی که بالاترین مقام این جمهوری منحوس خمینی را اشغال کردند و حالا آمدند در
کمیته انقلاب دستور اعدام افسران ارتش را می دادند و حالا می گویند ارتش با ماست، با این مردم آیا می شود نشست و راجع به آینده ایران و مردم ایران صحبت کرد؟ آیا می شود نشست با اونهایی که به کمیته ها دستور می دادند آتش بزنید، ایران را از پای درآورید؟ عیب نداره که 1 میلیون یا 2 میلیون ایرانی بمیرند، ما ایدئال ما ایدئال دیگر و بزرگتری است. و در کمیته ها آفرین میفرستادند به جلادانی که خیلی از آنها هم ایرانی نبودند و با خود این رهبران در یک نقاط منحوس تروریسم در اونجا با هم همکاری داشتند، دستور میدادند بکشید، محاکمه لازم نیست. این آقایون امروز صحبت از حکومت مردم، آزادی، حاکمیت قانون و این قبیل مسائل را در خیابان شانزلیزه یا در خیابان‌های واشنگتن یا در لندن ابراز می‌کنند. اون وقتی که بایستی به من بگویند بیا مملکت را اداره بکن، نوبت هویداها بود، شریف امامیها بود و دیگران بود. وقتی که سرطان خمینی تمام اعضای بدن و ارگانهای ملت ایران را گرفته بود، من دو راه داشتم: یا بگویم چادر وجاهت ملی به سر می کشم و دخالت نمی کنم، یا مثل دیگران عربده می کشم، جمهوری اسلامی می خوام. من فرمان شاه را قبول کردم و سعی خودم را انجام دادم. خمینی و آخوندها به طور کلی از المانها و عناصری هستند که همیشه در دست انگلیس ها بودند و گاه و بیگاه از اینها استفاده می کنند برای آزار ملت ایران. اصول این عقیده را من باش موافقم، اما چون سید ابوالقاسم کاشی را دیدیم، بهبهانی را دیدیم، ایشون را دیدیم و اینا، اصولا من موافقم با این فکر، ولی یه چیز بدتر از این هست و اون این است که از زمان سلاطین ساسانی تا کنون هر بدبختی که در ایران رخ داده و هر شکستی که بوده، بدانید که آخوندهای اون زمان یا این زمان در دخالت داشتن. میگیریم برنامه ویژه سالگرد 37 روز دولت دکتر شاپور بختیار با من و شما هستند آقای امیررضا امیر بختیار از اعضای جوان حزب ایران در پاریس. سلام به شما امیررضای عزیز. درود بر شما. امیررضای عزیز به من بگید که شما جدا از بختیاری بودنتون چه جاذبه و نکاتی رو در راه و روش سیاسی دکتر شاپور بختیار و حزب ایران دیدید که پس این همه سال به دنبال چنین راهی رفتید، یعنی راهی که بختیار رفت؟ خدمت شما عرضم که باید برای اینکه به این سوال شما جواب بدم به خیلی عقبتر بازگردم. زمانی که 16-17 سال بیشتر نداشتم و این افتخار رو داشتم که بتونم با بعضی از افرادی که در ایران سالها قبل از اینکه فتنه خمینی در ایران شکل بگیره آشنایی پیدا بکنم و بتونم باشون صحبت بکنم و اون دوران گذشته یا اون دورانی که من ازش به عنوان دوران درخشان مبارزاتی یاد میکنم و مرور بکنم و این آشنایی موجب شدش که من بتونم به یک سری
اسناد و مطالبی که به صورت کلی در حال حاضر در جمهوری اسلامی متاسفانه خصوصا قبل از اینکه اینترنت و ماهواره‌ها به این صورت به جامعه ایرانی وارد بشه در داخل کشور دسترسی پیدا بکنم و بتونم اونا رو مطالعه بکنم و مطالعه کردن اونها فکر میکنم بزرگترین پشتیبان من بود یا مشوق من بود که بتونم که این علاقه رو در من به وجود آورد که بتونم این راه رو واردش بشم و بهش علاقه من بشم. امیرزای عزیز، خب هم نسلان خود شما ببینید یا نسل بعدی شما، آنچه کسانی که پس از انقلاب به دنیا اومدن و حکومت خیلی تلاش کرد که حافظه تاریخی اونا رو تحت شعاع قرار بده، وزیر سلطه شستشوی مغزی خودش بگیره، میبینیم که نشونهای بسیاری میبینیم. اما زبون شما من میخواستم بشنوم، آیا این رغبت و این تلاشی که شما بهش اشاره کردید و این نگاه یا هرچی که هست در بقیه هم نسلان خودتون میبینید به چه میزان؟ البته من این نگاه و همونطور که خدمتتون عرض کردم باید بگم که متاسفانه هم نسلان من، افرادی که پس از انقلاب متولد شدن به صورت ویژه، این امکان رو نداشتن که به این اطلاعات دست اول اونطور که باید دسترسی پیدا کنن، خصوصا که در واقع زمان این نسل به بلوغ رسیدن که بسیاری از اون شخصیت هایی که در گذشته رهبران چنین جریاناتی بودن از جمله دکتر شاپور بختیار توسط جمهوری اسلامی حذف شده بودن و این امکان که اون پیام به جامعه ایرانی رسیده بشه رسیده نشد. اما واقعیتش اینه که این پیام به اندازه‌ای روشن هستش و اگر افرادی که جوینده باشن در واقع بخوان جستجو بکنن در این ارتباط پیگیر این مسئله بشن، اینقدر این پیام براشون روشن هستش که غرق میشن و یک جورایی جذب این مسئله میشن و با وجود تمام سانسورهایی که وجود داره، خصوصا من فکر میکنم از 20 سالگرد قتل دکتر بختیار به بعد با توجه به گسترشی که این پیام یک بار دیگه بازگو شد برای مردم از طریق بعضی مستنداتی که ساخته شد یا بعضی از رسانه‌های دیگه‌ای که به این مسئله پرداختن، یک جوری یک بار دیگه پیام دکتر بختیار و این جریان سیاسی برای مردم بازگو شد که تأثیر خودش هم در جامعه داشته. و البته باید اشاره بکنم که با وجود اینکه این تأثیر رو داشته و این جرقه رو در ذهن نسل امروز ایران زده، مرجب به این نشده که یک جریان سیاسی کارآمد رو تبدیل بکنه در ایران و این خودش دلایل مختلفی رو داره که میشه به جاش بهش پرداخت بشه. همون سوال نخستین وجه دیگه اون پرسش که مشخصات پیام دکتر شاپور بختیار رو در تاریخ معاصر ایران به ویژه برای نسل‌های کنونی و نسل‌های بعدی چه می‌بینید؟ وقتی که برمیگردن نگاه می‌کنن به آنچه که دکتر شاپور بختیار در جنجال انقلاب اسلامی 1357 گفت، همونجور که نسل ماها و نسل شما نیز الان به گذشته ها برمیگردیم، گذشته های نزدیک، گذشته های دور، مشخصات پیام دکتر بختیار رو شما به منو بینندگان میگی در دیدگاه خود شما؟ در واقع پیام دکتر بختیار چیزی نبود به غیر از همون پیامی که در صدر مشروطه، مشروطه خواهانی که برای استقلال، قانون اساسی و لایسیته، دموکراسی در ایران تلاش میکردن گفته شده بود و در بحوهی که متاسفانه بعد از 28 یک دوره بعد از 28 مرداد و زمان قبلتر رو در دوران سلطنت رضاشاه، قانون اساسی که دستاورد مشروطه خواه بود و در واقع خود دکتر بختیار از اون به عنوان خونبهای شهدای انقلاب مشروطه یاد میکردند پایمال شده بود، در دکتر بختیار دایره دار اون پیامی بودش که
سالها برای اون کوشیده بود و این پیام چیزی نبود به غیر از استقلال ایران، به غیر از دموکراسی، به غیر از حاکمیت ملی لایسیته، که مجموعه این پیام ها رو من فکر میکنم در حاکمیت ملی میتونیم جمع آوری بکنیم. آیا این رو آیا این موضوع نیز در پیام دکتر بختیار از طرف نسل جدید دیده میشه که علاوه بر اون چه که شما اشاره کرده قانون اساسی مشروطه، به اضافه اون جدایی دین از حکومت، این پیامی آیا نبود در سال 1357 موضوعی که در قانون اساسی مشروطه چندان به طور روشن به اشاره نشد، اما دکتر شاپور بختیار در 1357 سرانه روی این نکته انگوش گذاشت. اگر دیکتاتوری هست هست، دیکتاتوری به مراتب وحشتناکتری در راست. چیزی که روشنفه نویسنده پژوهشگر اندیشمند بزرگ ایران سالیان پیش گفت، ناصر خسرو: از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور به کام اژدها شدم. ناصر خسرو شنیده نشد، بختیار نیست. آیا این همون پیام نبود؟ پیام ناصر خسرو؟ دقیقا همینطوره که شما میفرمایید، ولی متاسفانه در اون بحبوحه انقلاب 57 یا به تعبیر دیگه فتنه ای که در کشور ما به وجود اومد به رهبری آیت الله خمینی و یارانشون، مجال این پیدا نشد که این پیام دکتر بختیار آنگونه که باید در اون سالها شنیده بشه. ولی این خودش عوامل مختلفی داره که فکر میکنم به جاش میشه به اون پرداخته بشه و البته در گذشته هم در برنامه‌های مختلفی بهش پرداخته شده. اما میتونم بگم امروز خصوصا در جامعه ایرانی و بین مردم ایران این پیام بسیار شنونده داره و خیلی از افرادی که در کشور ما زندگی میکنن، خصوصا هم نسلان من، یک جورایی به این پیام رسیدن و این لایسیته ای که دکتر بختیار سالها پیش مطرح میکرد ولی متاسفانه امکان شنیده شدنش وجود نداشت، امروز شنیده شده. اما خب شنیده شدنش تنها کافی نیستش از طرف جامعه ایرانی، این برای اینکه به ثمر برسه و مردم بتونن شاهد این باشن که در کشور ما یک حکومت لایق به وجود بیاد و حکومت ملی در واقع چیزی که من از اون تحقیم کنم، نیاز به عوامل مختلف و کوشش های مختلفی داره، خصوصا از توی شخصیت های سیاسی و دانشمندانی که کارشناس این مسئله هستن. سپاسگزار هستیم امیررضا امیر بختیار گرامی، با سپاس بسیار از شما. امیدواریم در برنامه های آینده به طور مفصلتر و بیشتری با شما گفتگو کنیم، نقطه نظراتون رو مطرح کنید و با بینندگان تفسیر خبر. سپاسگزار هست. سپاسگزار. به پایان این برنامه ویژه میرسیم با یاد کسی که در تاریخ معاصر ایران نقشی بسیار مهم داشت و ایران هرگز او را فراموش نخواهد کرد، کسی که همچون ناصر خسرو چنین گفت و یادآور این بیت ناصر خسرو: اندیشمند و شاعر گرانقدر ایران بود که از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور به کام اژدها شدم. او ناصر خسرو رو شنیده بود و بسیاری دیگر. ادب فارسی رو بسیار خوب میدونست دکتر شاپور و بختیار، همچنان که ادبیات فرانسه، یادش گرامی بود. با یاد او این برنامه رو به پایان میبریم و با شعار همیشگی او که ایران هرگز نخواهد مرد. Thank you.